سلام دوستان عزیز، تصمیم گرفتم امروز براتون شیشلیک مرغ درست کنم. برای همین دیروز سینه های مرغ رو قاچ کردم به این ابعاد، تقریبا 2 سانتی‌متر در 2 سانتی‌متر هست. ببینید به این صورت. توی زعفران 10 دقیقه خوابوندم اینا رو. بعد از اینکه 10 دقیقه از زعفران که گذشت، بعد از اون با 1 دونه پیاز که میبینید چه درشت قاچ کردم، به اضافه فلفل قرمز و 1 کمی آب لیمو، اینها رو و البته نمک، اینها رو مخلوط کردم و گذاشتم توی یخچال تا بمونه. الان اینها آماده هستن که به سیخ زده بشن و کباب بشن. تصمیم من این هست که توی فر اینا رو درست کنم، ولی یه کمی که توی فر پخته شد میارم بیرون و با مشعل روی اینها رو برشته میکنم، چون اگر توی فر زیاد بخوام بگذارم اینها یه کمی سفت میشه، ولی با مشعل روش خیلی سریع برشته میشه و توش هم که خیلی خوب آبدار باقی میمونه. این مرحله سیخ زدنش بود که سیخ کردم. توجه کنید، این خیلی مهم هست که هر موقع میخواید شیش کباب یا هر کباب دیگه درست کنید، میخواید توی پیاز بخوابونید، هیچ وقت پیاز رو رنده نکنید. الان ببینید این صاف صاف هست، هیچ گونه پیاز بهش نچسبیده، چون اگر مخصوصا پیاز رنده کنید پیاز روش میچسبه و پیاز میسوزه، کبابتون رو تلخ میکنه. اما اینجوری کاملا شما میتونید پیازها رو ازش جدا کنید، در واقع نفع خودتون رو از بودن پیاز استفاده کردید، ولی موقع کباب پیاز رو بر میدارید و جدا میکنید که کبابتون رو خراب نکنه. این یه نکته خیلی مهم در کبابا هست که باید ببینید. برای شیش کباب باید معمولا کنجا یک اندازه باشه، ضخامتش، عرضش، طولش همش یک اندازه باشه که زمان پختتون خیلی ثابت باشه. بیشتر از این کمتر از این نکنید تا اون زمان دلخواهتون کباب پخته بشه و همش یکسان باشه. حالا اینا رو زمانی که خواستم بذارم توی فر، بازم بهتون نشون میدم که به چه صورت در داخل فر میگذارم و این رو میپزمش. دوستان عزیز، میخواستم یک مطلبی در مورد گوجفرنگی سیخ زدن بهتون بگم. هر زمان که خواهید گوجفرنگی رو سیخ بزنید، هیچ وقت در این جهت نبرید، چون زمانی که در این جهت ببرید این طرف پوستش جای گیر نیست، خیلی سری پوست میسوزه میفته و آبهای داخل این هم میریزه. همیشه گوجفرنگی رو باید در این جهت قاچ زد برای کباب. و الان توجه کنید به این، میبینید اینجا یه فرو رفتگی داره، این یه فرو رفتگی رو، ولی اینجا نداره. من الان از طریق این فرو رفتگی اینو میبرم تا شما ببینید چی میشه. ببینید این لایه ها از وسطش که من اومدم قشنگ اینو نگه داشتن. این هر طرف که هر چقدرم که بپزه این مواد توش ریخته نمیشه. باید توجه کنید الان این 1، 2، 3 تا داره. من اگر از هر طرف ببرم، مثلا اینجا رو حالا بهتون نشون میدم، ببینید اینجا رو من تونستم از اون قسمت ببرم ولی این قسمت نشد. یکی رو باز دوباره میتونم به این صورت که ببرم از تو این دوتا شکاف، بازم ببینید به چه صورت شد، ولی این باز نمیشه، یه طرفش نشد، یعنی کلن این یه کمی هست ولی نشد به این صورت. و در مورد سیخ کردن، همه رو یه نگاه کنید، اونهایی که یک اندازه هست اونا رو با هم دیگه در یک جهت ببینید. الان این رو من الان در این جهت زدم، این سر به این طرف هست، این سر هم به این طرف میگیرم، این سر رو هم به این طرف. این صورت هست که تمام این سر ها این طرف هست، این پشت رو کنم همه پشت ها اینجوری هست، بالاش اینجوری هست. ببینید این یه روشی بود برای سیخ زدن. در نهایت سیخ گرجه به این شکل در اومد. چون میخوام در فر کباب کنم، این ظرف که توی فر استفاده میکنم کفش روی کاغذ روغنی رو خیس کردم، انداختم قشنگ که اگر روغن چیزی چکه میکنه تعیین باشه و زیاد ظرف رو کثیف نکنه که شستنش در اثرش کمتر باشه.
به صورت نهایی به این طریق این میره توی فر. بعد کمی که پخته شد من میارم و اینا رو با مشعل یک کمی سرخشون میکنم. خب دوستان عزیز، کباب من از فر اومد بیرون به خاطری که یک کمی خوش شده. من کره میذارم روش، کره رو آب کردم، اینجوری میکشم روی این. بعد الان مشعل رو روشن میکنم و با مشعل این رو یک کمی حرارت میدم تا رنگش هم مشکل تر بشه. این صورت که میبینید مطابق میکنید، من این روش رو برشته میکنم. این ساده هست. به این طریق یه کباب چیز نپخته نیست و خیلی سفت است. دوستان عزیز، غذای من تموم شد. شیشلیک مرغ به این خوشگلی خوشمزدگی در اومد. امیدوارم شما هم به همین روش ساده که من درست کردم درست کنید، بخورید، لذت ببرید. در صورت تمایل به دیدن فیلم های جدیدی از بابا پز میتونید زنگوله رو فشار بدید. به امید دیدار مجدد شما عزیزان، و لطفاً شیر کنید و سابسکرایب کنید. نوش جان.